این 8 نفر را بیشتر بشناسیم. سایت الف. پس از چند روز انتظار و گمان زنی، دیشب اسامی 8 نامزد احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به طور رسمی از سوی وزارت کشور اعلام شد. این 8 کاندیدا به ترتیب عبارتند از محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل، حسن روحانی، محمد رضا عارف، سید محمد غرضی، محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی. از امروز رایزنی بین سیاسیون جناح‌های مختلف برقرار خواهد شد تا بتوانند با حداکثر حمایت‌ها کاندیداهای خود را وارد میدان رقابت برای تصاحب سکانداری 4 ساله دستگاه اجرایی نمایند. برای آشنایی بیشتر مخاطبان با این نامزدها، سوابق تحصیلی و کاری آنها در ادامه آورده شده است. برای مطالعه آسان‌تر، آنها در 3 گروه اصلاح طلب، اصولگرایان و مستقلها تقسیم بندی شده اند. اصلاح طلبان. از میان نامزدهای متعددی که از جبهه اصلاح طلبان در روزهای ثبت نام به وزارت کشور رفتن و برای پست ریاست جمهوری نامزد شدند، 2 نفر احراز صلاحیت شدند. حسن روحانی متولد 1327 سمنان و دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق می باشد. وی نماینده مجلس خبرگان رهبری از سال 1378 و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1370 است. از سال 1368 به عضویت شورای عالی امنیت ملی درآمد و از سال 1371 نیز ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار شد. وی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره 4 و 5 و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال 1368 تا سال 1384 بوده است. او در این سمت رئیس تیم هسته‌ای ایران بود که انتقاداتی نسبت به تعلیق غنی‌سازی در دوره وی مطرح شده است که او بارها از کارنامه خود در این زمینه دفاع نموده و عملکرد خود را موفقیت آمیز دانسته است. روحانی شعارش را اعتدال، عقلانیت و تدبیر خوانده و گفته است: علت حضورم زمینه سازی برای مشارکت فعال مردم در انتخابات و تحقق حماسه سیاسی است. محور برنامه اقتصادیم تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه آن است. روحانی همچنین در مورد برنامه‌های فرهنگی و سیاست خارجیش گفت: برنامه فرهنگیم اصلاح ساختار فرهنگی و تأمین امنیت فرهنگی است و در زمینه سیاست خارجی نیز تأمل سازنده با جهان است. او همچنین برنامه خود را در زمینه سیاست داخلی، تدوین حقوق شهروندی و انسجام وحدت ملی دانسته است. از حسن روحانی به عنوان گزینه نزدیک به هاشمی رفسنجانی یاد می شود، چنان که در همایش انتخاباتی اعلام نامزدی ایشان نیز فرزندان هاشمی یعنی فاطمه و یاسر هاشمی حضور داشتند. محمد رضا عارف متولد 1330 یزد و دارای مدرک تحصیلی دکترای برق می باشد. او در سال 1355 با اخذ
مدرک کارشناسی ارشد و در سال 1359 با اخذ مدرک دکترای برق مخابرات هر دو از دانشگاه استنفورد به ایران بازگشت. در ابتدای انقلاب در دستگاه‌های دولتی همچون شرکت مخابرات و وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت کرد و در سال‌های 73 تا 76 در سمت ریاست دانشگاه تهران حضور داشت. پس از آن نیز در کابینه دولت اصلاحات در سال‌های 76 تا 79 به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن مشغول به خدمت شد و در سال‌های 79 تا 80 به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به فعالیت خود ادامه داد. وی در سال‌های 1380 تا 1384 به عنوان معاون اول رئیس جمهور برگزیده شد. او عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. عارف مهمترین شعارش را معیشت، منزلت و عقلانیت برشمرده و گفته است برای تحقق این سه ملفه برنامه دارم و مهمترین برنامه هم برای اقتصاد مهار تورم و کنترل نرخ بیکاری است. برای عبور از بحران ها رشد اقتصادی 8% را در پیش بینی کردیم. عارف همچنین گردشگری را از دیگر اولویت‌های برنامه خود دانسته است و گفته است توسعه مناطق غیر برخوردار و مناطق مرزی با شعاع 100 کیلومتر را در برنامه‌اش دارد. محمد رضا عارف از یاران نزدیک سید محمد خاتمی می باشد. گرچه برخی از تندروهای اصلاح طلب در طول این چند ماه تلاش نمودند تا او را وادار نمایند تا از صحنه رقابت‌ها کنار بکشد، ولی او اعلام نموده بود که تنها در صورت حضور بزرگان کنار خواهد کشید. اگر بخواهیم تقسیم بندی کلی داشته باشیم می توانیم روحانی را به جریان عملگرایی اصلاح طلبان و تکنوکرات آنها منتسب نمود و در حالی که عارف می توان به طیف روشن فکران آنها تعلق نمود. بهترین حالت برای جبهه اصلاح طلبان کنار رفتن یکی از دو کاندیدا به نفع دیگری می باشد تا تمام تلاش ها و امکانات خود را برای رأی آوری یکی از گزینه ها مصروف دارند. اصولگرایان از میان نامزدهای احراز صلاحیت شده در این دوره از انتخابات می توان به غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی اشاره نمود. این سه نفر از ثبت نام در قالب ائتلاف پیشرفت 2+1 گرد هم جمع شده بودند. البته می توان سعید جلیلی را نیز در کنار این افراد مطرح نمود، ولی جلیلی تا به حال تلاش وافری داشته است تا خود را به عنوان نامزد مستقلی معرفی نماید. غلامعلی حداد عادل متولد 1324 تهران و دارای دکترای فلسفه می باشد. او در سال 1358 معاونت وزارت ارشاد را بر عهده داشت و طی سالهای 1361 تا 1372 نیز معاون وزیر آموزش و پرورش بود. همچنین از سال 1374 تا کنون به استثنای فاصله 83 تا 87 ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز بر عهده داشته است. به مدت 13 سال نمایندگی مردم تهران در مجالس ششم، هفتم، هشتم و نهم را بر عهده داشت و در فاصله سالهای 1387 تا 1383 رئیس قوه مقننه بود. او از سال 1387 تا کنون نیز به عنوان مشاور عالی مقام معظم رهبری منصوب شده است.
حداد عادل مهمترین شعار انتخابیش را تقوا و تدبیر خوانده و گفته است دولت آینده باید دولت تقوا و تدبیر باشد. او درباره علت حضورش در صحنه انتخابات گفته است که کشور را محتاج آرامش و سازندگی و خردورزی می دانم و بسیاری از مشکلات ما در اثر بیتوجهی به این اصل است. مهمترین برنامه هم توجه به مشکلات اقتصادی مردم است. حداد در ابتدای آغاز ورود به عرصه رقابت ها تلاش نمود تا خود از خروج ائتلاف پیشرفت بیرون بیاید، ولی در ادامه راه بیشتر در نقش موازنه‌گر بین دو نفر دیگر ائتلاف پیشرفت قرار گرفت و تا حدودی به نظر می رسد که کمتر به عنوان کاندیدای نهایی روی خود حساب باز کرده باشد. باید دید او در ادامه راه چه سیاستی را برخواهد گزید. محمد باقر قالیباف. محمد باقر قالیباف متولد 1340 در خراسان و دارای مدرک دکترای تحصیلی جغرافیای سیاسی می باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و آغاز جنگ تحمیلی وارد جبهه شد. در سال 1376 به دستور مقام معظم رهبری عهده‌دار فرمانده نیروی هوایی سپاه شد. در سال 1379 نیز فرماندهی نیروی انتظامی ایران را عهده‌دار شد. در سال 1384 با رأی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد و تاکنون به مدت 8 سال در این سمت حضور دارد. همچنین قالیباف در سال 1384 کاندید انتخابات ریاست جمهوری بود. قالیباف مهمترین انگیزش برای ورود به انتخابات را بازگرداندن روح امید، ثبات و آرامش به جامعه خواند و گفته است که امیدوارم که بتوانم مشکلات و معضلات اقتصادی را برطرف و یک زندگی خوب را در همه ابعاد مادی و معنوی برای مردم فراهم کنم که برنامه‌هایی در این خصوص نیز دارم که به اطلاع مردم رسیده است. او در طول یکی دو هفته اخیر موضع‌گیری هایی داشته که او را به تیتر یک خبری بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی تبدیل نموده است. علی اکبر ولایتی متولد 1324 تهران و دارای مدرک فوق تخصص بیماری های عفونی می باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی معاون وزارت بهداری بود. در دوره اول مجلس به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و سپس به مدت 16 سال در دوره های ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر خارجه مشغول همکاری بود. پس از سال 1376 به عنوان مشاور مقام معظم رهبری در امور بین المللی منصوب شد و تاکنون در این سمت مشغول فعالیت است. وی مهمترین شعارش را اخلاق مداری و ثبات مدیریت در کشور نام برده و گفته است انگیزه من برای ورود به انتخابات ساختن ایرانی آباد و سربلند و تحقق چشمانداز 20 ساله است. او همچنین نیز گفته است برنامه‌های مهمی برای دولت آینده دارم که مهمترین آن بازسازی سیاست خارجی و اقتصاد کشور است و اولویت برنامه‌هایم بهبود معیشت مردم است. در این انتخابات به نظر می‌رسد که تشتت میان اصولگرایان به شدت وجود دارد و از قرائن و شواهد همچنین برمی آید که احتمال اجماع و رسیدن آنها به یک کاندیدای واحد اگر نگوییم غیر ممکن ولی سخت به نظر می رسد. در طول این مدت و برای مشخص شدن کاندیدای واحد اصولگرایان قالیباف به نظرسنجی هایی تأیید نمود.
ولایتی علاوه بر نظر سنجی خواهان توجه به نظر جامعتی نیز شد. در نهایت اینکه کدام کاندیدا از ائتلاف پیشرفت بیرون بیایند چندان مشخص نیست. دو احتمال دیگر نیز وجود دارد که شاید حداد به عنوان گزینه نهایی از ائتلاف بیرون بیاید. شاید هم این اختلافات باعث گردد که تجربه اختلافی باز شکست بخورد و سیاسیون اصولگرا به مانند سال 1384 بر کاندیدای دیگری مانند جلیلی اجماع نمایند. بدون شک گذر زمان به خیلی از این سوالات پاسخ خواهد داد. مستقل‌ها، نامزدهای مستقلی که احراز صلاحیت شدند و اجازه ورود به عرصه را پیدا کردند، محمد قرضی، سعید جلیلی و محسن رضایی می باشند. محمد قرضی، سید محمد قرضی متولد 1320 اصفهان و دارای مدرک فوق لیسانس در رشته الکترونیک می باشد. وزیر نفت در دولت میرحسین موسوی و وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. وی همچنین نمایندگی دور اول مجلس شورای اسلامی، استانداری خوزستان، استانداری کردستان و فعالیت در سپاه پاسداران را در سوابق کاری خود دارا می باشد. محمد قرضی پس از سالهای دوری از عالم سیاست و امور اجرایی کشور، پنجشنبه 19 اردیبهشت همزمان با ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری در وزارت کشور حضور یافت و برای انتخابات ثبت نام کرد و در جریان این ثبت نام شعار خود را دولت ضد تورم نامید. قرضی همچنین درباره نحوه ورود خود به عرصه رقابت و تبلیغات گفته است: ستاد انتخاباتی و سخنگو ندارم و بنا دارم از طریق رادیو و تلویزیون با مردم صحبت کرده و برنامه‌های انتخاباتی ام را اعلام نمایم. سعید جلیلی متولد 1344 خراسان و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق می باشد. از جانبازان جنگ تحمیلی می باشد. در سال 68 به وزارت امور خارجه رفت و در سال 80 به دفتر مقام معظم رهبری رفت و در آنجا مشغول به کار شد. پس از انتخابات سوم تیر 84 به اداره معاونت اروپا و امریکایی این وزارتخانه رفت. وی در حال حاضر دبیری شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت پیگیری موضوع هسته‌ای را بر عهده دارد. خیلی ها او را با محمود احمدی نژاد سال 1384 مقایسه می نمایند که خیلی دیر وارد عرصه شد ولی به سرعت توانست نگاه ها را به خود جلب نماید. البته تا چندی پیش سخنی که از جلیلی بسیار زیاد شنیده شده بود که در صورت حضور هاشمی رفسنجانی در صحنه رقابت ها خواهد ماند، حال باید دید که باز ماندن هاشمی رفسنجانی از ادامه رقابت او به حضور در صحنه ادامه خواهد داد یا نه. محسن رضایی متولد 1333 خوزستان و دارای دکترای اقتصاد می باشد. او در خرداد 1158 به عضویت شورای فرماندهی سپاه درآمد. در شهریور 1360 از سوی حضرت امام خمینی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد و در شهریور 1176 به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. رضایی در انتخابات ریاست جمهوری 1184 کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد، اما دو روز پیش از برگزاری انتخابات کنارگیری خود را اعلام کرد. همچنین او یکی از نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری بود. رضایی با بیان اینکه
تحریم های اقتصادی را یک خطر می داند، بیان داشته است که بازگشت اخلاق در سیاست و کارآمدی در اقتصاد را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. او همچنین در این دوره به طور قاطع اعلام کرده است که از عرصه رقابت کنارگیری نمی کند و همچنین به نامزدهای دیگر نیز توصیه نموده بود که نوبت فداکاری دیگران رسیده است. حدوداً 3 هفته دیگر موعد رأی‌گیری فرا می رسد. بدون شک تا آن روز گفتگو، بحث‌ها و چانه‌زنی‌های فراوانی بین سیاسیون صورت خواهد گرفت تا با توان بیشتری خود را به روز نهایی و انتخابات برسانند. اما نکته مهم این است که انشاءالله کاندیداها در این دوره در چارچوب قانون و اخلاق حرکت نمایند. از زیر سوال بردن دستاوردهای انقلاب پرهیز نمایند و به کارگیری تمامی نیروهای معتدل و معتقد به قانون اساسی پایبند باشند. برگرفته شده از ایران پرس نیوز به تاریخ 21 می 2013، سایت الف. شیرزادگان: اکثر افراد فوق دارای مدارک جعلی و افتخاری می باشند. هیچ کدام در رشته مدارکی خود انجام وظیفه نکردند، بلکه منتسب به ریاستی شدند و بی‌لیاقتی این افراد باعث ورشکستگی و عقب افتادگی کشور در کلیه مراحل و شؤونات است و نیز خدشه‌دار کردن چهره واقعی ایران و ایرانی در جامعه جهانی. قانون و اخلاق اسلامی کشور را به ورطه سقوط اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رسانده است و مهمتر این که آیا لیاقت ایرانیان به خواب رفته این است؟ به امید آگاهی، آزادی و بازگشت به عظمت و سربلندی گذشته ایمان. پاینده ایران و ایران.